نسرین کهزک زاده 4 فروردین 1332 در تهران که با نام هنری سپیده شناخته میشه، بازیگر بازنشسته اهل ایرانه. اون فعالیتش رو در دهه 1350 ایران پهلوی شروع کرد و برای بازی در بیقرار 1352 برنده جایزه بهترین بازیگر نقش دوم زن از جشنواره فیلم سپاس شد. سپیده به خاطر بازی توی فیلم بیقرار برنده جایزه بهترین بازیگر نقش دوم زن از ششمین جشنواره سپاس شد. سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اینکه از آخرین ویدیوهای ما قبل از همه اطلاع پیدا کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید. اون با نام مستعار سپیده و با فیلم پهلوان مفرد ساخته امان منطقی به سینما اومد. در این فیلم بازیگرانی مثل ناصر ملک مودی و رضا بیک ایمانوردی شرکت داشتند. بعد از آشنایی با آقای امان منطقی، سپیده با ایشون ازدواج میکنه و حاصل این ازدواج پسری به نام امیرعلی، همچنین رامسین کبریتی، بازیگر سابق سینما و تلویزیون برادر کوچکتره خانم سپیده است. آخرین نقش رامسین کبریتی توی تلویزیون با بازی در سریال ستایش بود. قبل از اینکه به سینما بیاد، در سال 48 شرکت در فیلم‌های تبلیغاتی رو شروع کرد. سپیده آخرین فیلمش رو در سال 57 و قبل از انقلاب اسلامی بازی کرد. فیلم نفس بریده که ساخته سیروس الوند و بازی بهروز وثوقیه، یه فیلم احساسی بود که سپیده در اون خوش درخشید. ماجرای این فیلم در مورد پسری به نام نبی با بازی بهروز وثوقی که این جوون سر داشت و عاشق دختری میشه. نقش معشوقه رو سپیده بازی کرد. همون سال با وقوع انقلاب 57 نه تنها بهروز و سپیده کنار گذاشته شدن، عملاً کل سینمای ایران نابود شد و یه فروپاشی عظیمی رخ داد. بهروز به آمریکا رفت و سپیده در ایران با همسر و پسرش زندگی میکرد. بعد از انقلاب که وزارت فرهنگ و هنر به وزارت ارشاد تغییر کرده و در دولت با هنر یه آخوند جوانی به نام معادی خواه شد وزیر ارشاد که سر و صدای زیادی به وجود آورد و بعد از چند ماه تغییرش دادن و بعد خاتمی جایگزین شد. اما اتفاقات و حرف و حدیث هایی که این آقای معادی خواه در بین بازیگران به وجود آورده بود این بود که به اکثر بازیگران زنی که به اونجا مراجعه می‌کردند برای اینکه ببینن دوباره میتونن کار بازیگریشون رو از سر بگیرن، پیشنهاد صیغه شدن و رابطه جنسی میداد و حتی بازیگرانی برخوردهای شدیدی باهاش میکردن و ازش شکایت میکردن. خانم سپیده وقتی که به ایشون مراجعه کرده بود این پیشنهاد رو دریافت کرده بود که برخورد خیلی شدیدی هم باهاش کرده و اون شخص اونقدر بی آبرو بوده که براش مهم نبوده که سپیده همسر و فرزند داره. بعد از اون جنجال هایی که پیش اومد، سپیده دیگه در مجامع هنری و فرهنگی اصلا دیده نشد تا اینکه در روز خاکسپاری بانو ایرن، سپیده توی مراسم ایشون شرکت کرده بود که همه تعجب کردند. عکس هایی هم از این مراسم بیرون اومد و با استقبالی که از اونجا از ایشون شد، ایشون تصمیم گرفت که در بعضی از مجامع هنری ظاهر بشه. سپیده مدرک تحصیلی دیپلم داشت در سال 50 که بعدش وارد سینما شد. بعد از فیلم پهلوان مفرد، فیلم نقره داغ رو بازی کرد که کارگردانش ایرج قادری بود. در سال 51 توی فیلم بابا نانداد ایفای نقش کرد. در سال 52 در 3 فیلم ایفای نقش کرد: شیخ ساله، خروس و بیقرار. در سال 53 در 5 فیلم ایفای نقش کرد: فیلم های هیاهو، مسافر، خوشگلا عوضی گرفتیم، آبو، سپس هیچ کدوم باقی نموندند. در سال 54 هم در 4 فیلم ایفای نقش کرد.
هوس، کمین، حسرت و اضطراب. در سال 55 هم در 3 فیلم ایفای نقش کرد به نام‌های دلغک بی‌نشان و بیگناه. در سال 56 توی 2 فیلم زن و حرمت رفیق ایفای نقش کرد و در سال 57 هم که آخرین فیلم ایشون نفس بریده بود، بعد از آخرین فیلمش یعنی همون نفس بریده که با بهروز وثوقی همبازی بود، در اون زمان پوری بنایی و بهروز وثوقی نامزد کرده بودند که در طی اون فیلم بود که پیچیدن خبر جدایی پوری بنایی از بهروز باعث شد که خیلی ها این رو تقصیر سپیده بندازن. توی رسانه ها مجلات گفتن به خاطر بازی سپیده با بهروز وثوقی این اتفاق افتاده و بهروز به پوری بنایی خیانت کرده، که سپیده توی مصاحبه‌ای با مجله‌ها و رسانه‌های اون زمان این قضیه رو افشا کرد که گوگوش با بهروز وارد رابطه شده، من این وسط بی تقصیرم. خانم سپیده با اینکه چهره بسیار زیبایی داشت اما صداش برای فیلم‌ها زیاد مناسب نبود. خودش هم توی خاطره‌ای گفت روزی که رفته بودم به داروخونه چند تا خانوم دورم جمع شدن که ازم امضا بگیرن و بعد بهم گفتن خانم سپیده اگه ناراحت نمیشی ما یه چیزی بگیم، خیلی بده صداتون توی فیلم ها، خیلی بده. برای همین هم من پیشنهاد دادم که توی فیلم ها از دوبلور برای صدای من استفاده کنن تا بینندگان هم از صدای من راضی باشن. دوبلورهایی که صداشون روی خانم سپیده گذاشته شده بود توی فیلم ها خانم زهره شکوفنده در 14 فیلم، شهلا ناظریان در 4 فیلم، ژاله کاظمی در 2 فیلم و مینو غزنوی توی 1 فیلم. بعد از انقلاب خانم سپیده در ایران مونده بود ولی زیاد در انظار عمومی ظاهر نمی شد. مثلا وقتی که میخواست از خونه بیرون بره با حجاب کامل و عینک دودی بزرگ میرفت که شناخته نشه، تا اینکه روز تدفین ایرن مردم اون رو شناختن و خبر حضورش در ایران همه جا پخش شد. چند سال قبل هم همسرش امان منطقی فوت شد و ایشون الان در کنار پسرش امیر علی منطقی زندگی میکنه و بیشترم در مکانهای عمومی ظاهر میشه و با طرفدارانش صحبت میکنه و عکس میگیره. سپیده در بین همکارانش با اینکه تازه کار بود اما دستمزد بالایی میگرفت. اون برای هر فیلم مبلغ 50,000 تومان درخواست میکرد که اکثر کارگردان ها هم با درخواستش موافقت میکردن. خیلی ها از جمله فریدون فرخزاد ایشون رو مونالیزای سینمای ایران معرفی میکردن. فریدون فرخزاد توی یکی از برنامه هاش از سپیده دعوت کرده بود و بهش گفته بود که تو واقعا زیبایی، شکل مونالیزا هستی، هیچ وقت فکر کردی که اگر انقدر زیبا نبودی و یک زن معمولی بودی چی میشد؟ سپیده گفت اگر با هر شکلی که بودم تمام سعیم رو میکردم که بازم هنرپیشه بشم، چون واقعا به این کار علاقه دارم و از وقتی که کوچک بودم این رویا رو در سرم میپروروندم که یک روزی هنرپیشه بشم. سپیده توی فیلم‌های بسیار زیادی از ایرج قادری ایفای نقش کرده بود و حتی در خیلی از فیلم‌های ایرج قادری هم با اون همبازی بوده. خانم سپیده توی مصاحبه علت بازی نکردنش توی برخی از فیلم‌های ایرج قادری و قطع همکاریش رو با اون اینطوری عنوان کرده که ایرج از من توقع داره که توی فیلم‌های خیلی سکسی برهنه بشم و جلوی دوربین برم، ولی من دیگه اهل لخت شدن نیستم. دوست دارم که از استعدادهای هنریم استفاده کنن. اما ایرج توی همه فیلماش میخواد از من به عنوان یک ستاره سکسی استفاده کنه. برای همین تصمیم گرفتم که دیگه توی فیلمهای ایرج قادری بازی نکنم. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.